اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. در آستان صحبت یاران جان و جهان من سرشار از تصور فرداست. وقتی که روس‌ها در پیش پای هم پر می‌کشند، یاران دیر و دورم هم انگار دیدار ما همه مانده است تا قیامت کذابان. من داغ میهنم را دارم، من عطر میهنم را بر بامداد قربت سرریز می کنم. آنجاست آه جان و جهانم، در کوچه باغ وستاهل، آغاز کوچه‌ای که تمامش لبخندهای کودکیم را تکرار می کند. آن سوترک البرز، قنادی گواهی، آقای آلپ. آه ای سرزمین عاشق من، تنها یک لحظه راه بده تا بر حریر جانت دریای بوسه هایم را جاری کنم. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 26 ماه اوت آگوست 4 شهریور ماه، به شما سلام میکنم. آغاز برنامه را اجازه بدید یک چیز تازه براتون دارم. همکار من محمد رضا شاهید، خبرنگار ارشد ما در فرانسه و بنلوکس و جنوب اروپا، برنامه ای داشت که خب همه دوست داشتید، نامها و یادها، و این برنامه یه خود متوقف شد به خاطر اینکه زنده یاد آموزگار رفت. یکی دو تن از دوستانمون هم نیز مشکلاتی داشتن که یه درنگ کوتاهی رو جایز دونست. بعد شاهد با من حرف زد، گفت من یه کار دیگه میتونم بکنم که خالی نمونه چیزی. گفتم بعد برنامه رو درست کرد که شما در آینده، در هفته ها ماه های آینده، شاید یه دونه در هفته، شاید دو دفعه تو برنامه من ببینید، راجع مهمترین مسائل روز و آنچه او در خبرگزاری ها، در روزنامه ها، در وزارت خارجه، در جاهای دیگه سید میکنه. امروز درباره برجام دو هست، به خصوص که مهمان من یه سوال بسیار عمده که ازش دارم درباره برجامه. پس اول ببینیم برنامه محمد رضا شاهید عزیزم و بعد میریم خوش آمد بگیم به مهمان. در ارتباط با پرونده هسته‌ای و موضوع احیای برجام، در این چند روز به خصوص در 24 ساعت گذشته خبرهای زد و نقیض و تا اندازه‌ای متفاوت به گوش رسیده. جدا از روز یکشنبه که آقای بایدن با 3 دولتمرد فرانسوی، آلمانی و بریتانیایی صحبت کرد، دیروز آقای مکرون با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرد و این اطمینان رو به او داد که احیای برجام در طرح کنونی هیچ گونه خطری رو برای منافع اسرائیل به وجود نخواهد آورد. اما زمزمه این شنیده شده که یک بار دیگر در همین هفته در وین گفتگوهایی را انجام بدن. آقای جوزف پورل که دقیقاً 3 روز دیگه 1 ماه می شود که طرح جدیدش رو مطرح کرد از سوی اتحادیه اروپا، امریکا تا اندازه‌ای در پاسخگویی تأخیر رو پیش گرفته به دلایل آشکار و مشخص. اما آقای نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که از اینکه جمهوری اسلامی توقعاتش رو
کم کرده به معنای اینکه نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی باقی خواهد ماند، خودش نشانه پیشرفت گفتگو هست. از آن طرف هم یکی از مسئولان جمهوری اسلامی آقای محمد اسلامی، رئیس اداره انرژی اتمی ایران، گفته که ما هیچ گونه پیشرفتی قائل نشدیم که حتما باید نام سپاه پاسداران از شرایط گفتگو برداشته یا گذاشته بشه. به هر حال آنچه که در اخبار این 24 ساعت میبینیم نشانه هایی هست که اگر با خوشبینی یا بدبینی به آن نگاه بکنیم پیشرفت های حاصل شده و چه بسا که تا قبل از نشست پایان ماه سپتامبر، نشست مجمع عمومی سازمان ملل، این توافق انجام بشه. جزو اخبار متفاوتی که میبینیم گفته های آقای رافائل گروسی هست، مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، که گفته است اگر میخواهید آژانس جواب شفافی رو داده باشه در مورد امنیت برنامه‌های هسته‌ای، باید به ما اجازه بدهید به آن مکانهایی که لازمه سر بزنیم، با آن افرادی که لازمه گفتگو بکنیم. البته این پیش شرط در زمانی مطرح میشه که جمهوری اسلامی چند پیش چند دوربین نظارت رو قطع کرد. این دوربین ها برخلاف ظاهر دوربین عکاسی نیست، بلکه نوعی روند ردیابی رو دنبال میکنه و بسیار حساس و مهم هست. همونطور که در ابتدای این گزارش هم خدمتون گفتم، امیدواری برای امضای این احیای برجام بسیار وجود داره. البته اونطور که گفته میشه امریکا سعی میکنه کمترین امتیاز رو به جمهوری اسلامی بده و جمهوری اسلامی در چانه‌زنی سعی میکنه بیشترین امتیاز رو نصیب خودش بکنه و قطعا همونطور که گفتم تا یکی دو هفته آینده بسیاری از مسائل علنی و روشن خواهد شد. خب همکار من محمدرضا شاهی با نگاه به اظهارات، با شنیدن اظهارات خوشبینانه مکرون، بقیه، نخست وزیر در حال رفتن بریتانیا که پدر این کشور رو در آورد بعد از بیرون اومدن از برگزیت، و همطور صدر اعظم آلمان و بقیه شرکای اروپایی، روی اون نگاه کمی امیدوارانه به قضیه نگاه کرد. اما من باید برم تهران سراغ مهمان عزیزم و ببینم او به قضیه چطور نگاه میکنه. درود بر حمید آصفی عزیزم. سلام بر شما آقای دکتر. حالا من پاسخ دوست و عزیز رو که این میشو پخش کردید بگم و این رو میخوام با یک من رو یاد یه خاطره در دهه 60، در یکی از سالهای دهه 60 که زندان بودیم، یه بنده خدایی حالا یک بزهکاریایی رو کرده بود توی موقعی که برای آفتاب خوری میمدیم بیرون، میگفت که بله من دارم از همه اتهامات یک نوعی رد میشم و دیگه چیزی باقی نبود. معاون حقوقی زندانم آدم خوبی بود، بعد ازشون پرسیدیم که بنده خدا کارش حل میشه، گفت که بله مسئله قتل حل شد، مسئله آدم ربایی حل شد، مسئله تشکیل باند حل شد، فقط یه حد شرعی مونده. گفتیم خب اون حد شرعی چی؟ گفت سنگسار. یعنی با یک همه مسائل یک بگونه تعریف میکرد که نهایتاً یه حد شرعی مونده، اونم سنگسار. حالا جمهوری اسلامی و این داستان برجام هم بی‌شباهت به این خاطره بنده نیست که هر دفعه شما میبینید یک مسئله جدید داره میاد، هر دفعه میبینید یک تأخیری. بله همه مسائل حل شد. آقای اولیانوف به عنوان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تیوت میزنه، اطلاع رسانی میکنه، 90% مسائل پیچیده حل شده، فقط 10%. اون 10% چیست؟ کنوز حل میشه؟ آیا این مکانهایی است که آژانس نمیداند؟ آیا جمهوری اسلامی حاضره که الان بنابر برخی از برحال خبرهای غیر رسمی میگن اینقدر اورانیوم غنی شده
نزدیک به 60 70 90 اینا داره که میتونه 4 تا بمب هسته‌ای و تا وصل کردنش به یک کلاه موشکی هم یک پیچ گوشتیه. آیا واقعا همه این داشته ها و همه این برهار مرارت هایی رو که کشیدن خود نظام رو میگم که از کول مردم، منافع ملی مردم، آیا حاضر همه اینو از دست بده فقط دانش رو نگه داره، یعنی قسمت سخت افزاری رو بده فقط دانش رو حفظ کنه، یا اینکه نه واقعا در جای دیگه اون چیزی که ذخیره اورانیوم هست و غنی سازی کردن در همین چند مکان و شاید هم مکانهای دیگه کشفشون وجود داره که اصلا جامعه جهانی و بین المللی داخلی ازش هم اطلاعی نده؟ اصلا مسئله سپاه پاسداران واقعا یه مسئله خیلی حادی نبود و سپاه این برمیگره به عمل کردش دیگه. الان توی سوریه میزنن پادگان‌های امریکایی رو با موشک میزنن، امریکا هم جواب، یا خیلی مسئله، یعنی میخوام بگم این برمیگره به عمل کرده خود سپاه که نمیتونه یک نیروی داخلی و ملی باشه که فقط از سرحدات ملی کشور بخواد دفاع بکنه، بلکه نیروی فرامرزی، بنابراین خود به خود یک چیز به سپاه در جان تروریستی قرار میگیره. صرفا اگر یک کشاکشی هم بوده برای اینکه حالا چیز رو بالا ببرن، به اصطلاح نرخ رو بالا ببرن، ولی در مجموع اینی که جناحی در ایران به شدت دنبال اینه، حتی همین جناحی که یک زمانی مخالف برجام بودن به این نتیجه رسیدن که کفگیر اقتصاد جمهوری اسلامی تهدید رسیده، باید سریعتر ما بتونیم این پولای بلوک شده رو آزاد کنیم. برخی ها خب نمیدونن که ما چندین خزانه داری سری احتمالا در کشور داریم، هیچ کس نمیدونه واقعا آیا این بودجه و این صندوق و این بانک مرکزی همان است یا اینکه ما در جای دیگه هم سرمایه‌گذاری و پول انباشته شده داریم. برخی ها میگن نه نیازی نیست، ما دیگه سقف اوج پیک تحریم ها رو هم رد کردیم و میتونیم مقاومت بکنیم و امتیازات بالاتر رو بریم و پولی نشیم که امریکایی‌ها خر خودشون رو ببرن، که آن نوشته اینو. ببخشید دقیقا من خواستم همینجا این سوال ازت بکنم، آیا این یک حالت شمول داره، یعنی واقعا همشون تو این حال و هوا هستن یا نه بعضیا نگرانن، بعضیا برای فردای ایران و عدم امضای برجام دو نگرانن، اسرائیل چیکار خواهند کرد، چه جوری فضا رو میبینی در داخل کشور؟ خب ما فقط نگاه ما اگر در اون ساختاری باشه، عرض کردم که الان ادامه صحبت که جناحی هم که خودشون بخش دلالان و پاسبان تحریمه، اما در این چند دهه بعد از نابودی بورژوازی ملی که از اول انقلاب در دستور کار قرار گرفت، یک بورژوازی وابسته به خود و حکومت هم شکل گرفت. به جای گزینمون بورژوازی و مناسبات سرمایه‌داری، منتها مناسبات سرمایه‌داری اون دوره مبتنی بر تولید بود و واقعا بضاعت‌ها بود بیشتر، اینجا مبتنی بر رانت و روابط خانوادگی و قبیله سالاری و اون کرونیسم سیاسی که به هر حال در نظام جمهوری اسلامی هست. این بخش که ما دقیقا نمایندگان سیاسیش رو الان شاید این بر این بر با بیگاه در درون ساختار ببینیم، اینها چون میدونن یک خفگی اقتصادی و به یک نوعی به اصطلاح یا اون داشته هایی که دارن میبرن بیرون، آنانی که اصلی هن و غیر قابل انتقال هن خب تو ایرانه و این باید فضا باز بشه و با اقتصاد جهانی مراوده ایجاد بشه، اینها الان یک نگرانی جدی دارن. این بخش، این بخشی که به اصطلاح سرمایه‌داری که وابسته به جمهوری اسلامیه، که اگر این مسیر ادامه پیدا بکنه با یک استهلاک سرمایه و با یک ورشکستگی بزرگ اینها مواجه میشن و تمام داشته ها و تمام خدماتی که برای نظام کردن از دست میره. نظام جمهوری اسلامی هم سرنخ و اون حوزه تصمیم گیریش دست اون هسته اصلی قدرتی که اجازه نمیده که حتی اون بورژوازی که خودش درست کرده نمایندگان سیاسیش بتونن خواهان رفورم، خواهان یک تغییراتی در مناسبات بین المللی
فقط در حوزه‌های فرهنگی میام صحبت میکنم. بله فقه رو با عرف نزدیک بکنیم، با مسائل زنان یه مقدار، با مسائل جوانان یه مقدار با ما چیز کنن، مثلا سختگیری نکنن. اما در حوزه سیاسی به محض اینکه مخالفتی میشه، بلای علی لاریجانی سرشون میده، بلای ظریف سرشون، بلای آقای عراقچی سرشون میده، و دولت خود آقای روحانی که یک دولت محلل بود در اصل بعد از اون بقای 88. بنابراین این قسمت هم از سرکوب میترسه، هم از حذف میترسه. سرکوب در ایران در درون ساختار میگم مساوی هست با مصادره تمام اون چیزایی رو که از سفره انقلاب و قرامه انقلاب گرفتن. این بخش الان به جد نگرانه و به جد به نظر من داره تکاپو میکنه، و هر از گاهی هم که دست به افشاگری های ناخواسته از گوشه کنارها و گروه های ناشناس میاد، احتمالا متعلق به این جناح هست. جامعه ایران هم که به هر حال داره در این التهاب و در این فقر و در این بی‌آیندگی خودش داره میسوزه و داره به هر حال کوشش و تلاش و مبارزه خودش رو به یه شکلی داره جلو میبره. واصفی، این اشاره که شما کردی، معمولا هر دولتی که میره، دولت بعدی که میاد اون دولت قبلی خائن فاسده، سسته، کار نتونسته بکنه. ولی در رابطه با روحانی دیگه قضیه به اینجا کشید که رسما خود روحانی هم متهم به دزدی شده و معاونش، بعد رئیس دفترش، یعنی دونه دونه اینا رو میخوان دراز کنن. چرا؟ دلیل اینو شما چی میدونی؟ این تحولات در ساختار اسلامی داره شکل میگیره و میره به سمت اون هویت و آرمان واقعی خودش که همون تشکیل حکومت اسلامیه. بنابراین باید اون جناهایی که به نوعی رفرم یا به نوعی یک رفرمیسم بوروکراتیک رو میخواستن در کشور پیش ببرن و در این و این سیاست‌های ماجراجویانه و سیاست‌های پرتنش برای بقای حکومت به اصطلاح نامناسب میدیدن و خطرناک میدیدن، خب اینها باید به یک شکلی تصویر بشه. تنها چیزی هم که خب جدا از اون مواضع سیاسیشون، اونجایی که این سیستم شفاف نیست، این سیستم کدره، این سیستم فساد سیستماتیک اقتصادی است، فساد سیستماتیک کلن داره وجود داره، تنها جایی که میتونن دست رو پرونده ها بذارن خب همین پرونده ها و مفاسد مالیه، که کاملا هم درسته. ولی شما ببینید همین جریان فولاد مبارکه از دو سال، سه سال پیش، چند سال پیش که شروع شده و تا همین الان هم ادامه داره، که به حوزه علمی یک میکشه، به تیم‌های ورزشی میکشه، به خبرنگاران، روزنامه‌نگاران اصلاح طلب اصولگرا میکشه، به برخی از نهادهای امنیتی میکشه. بنابراین اینجا یعنی برخورد با فساد نه به خاطر اینکه میخوان احقاق حق و حقوق بیت المال به قول خودشون برگردونن، صرفا برای تسبیح حساب‌های سیاسی و گزگ دارن دیگه. اینم احتمال ما بدیم هر برخوردی که با بخش هایی که به یک نوعی دارن محذوف میشن از سفره نظام بشود، بخشی از اون اسرار درون نظام و اون مفاسد و مسائل مختلفی که حالا در فایل های صوتی بود با آقای عزیز جعفری و آقای قالیباف و غیر و ذلک، وقتی این قضیه جدی بشه از اون ورم دست به یک افشاگری هایی زده میشه که به یک نوعی به اصطلاح هم مدیریت کنن، مهار کنن هجوم رو به خودشون، و همین که به هر حال یه عادی هم باشه براشون که نه شما هم آلودگی بزرگ دارید و داشتید و جامعه هم روتون قضاوت میکنه، مثل همون برخوردی که به آقای صادق لاریجانی کردن به معنی اینکه بر اتهاماتی که خودش آیت الله یزدی به هم دیگه زدن جریان اون آقای طبری و مسائل مختلفی پیش اومد که آقا پیش میخ گوش ما رئیس قوه قضاییه و یک همچین کارهای بزرگ فساد مالی هم وجود داشته. بنابراین این رو بیشتر شما باید به حساب تصفیه حسابها و به حساب بندکشی های سیاسی، تنابکشی های سیاسی که وجود داره بذارید، و اینکه هر کدام از این جناها از همدیگه پرونده دارن، اطلاعات دارن و به یک
جای خودشان تصویر حساب کنن. غیر از آقای تاجزاده که حالا در اون کمپ اصلاح طلبان این دلاوری رو داره که موضوعات رو به اسمش ذکر کنه، پرده پوشی نکنه پس پرده. بقیه اصلاح طلبا رفتن گل بچینن، کجان اینا؟ مطالبشون چی شد؟ تو روزنامه دیگه خبری ازشون نیست. من نگاه میکردم 10 تا روزنامه تیتراشون یکیه. قصه چیست؟ اصلاح طلبا مردن؟ انا لله و انا الیه راجعون. نظر من جریان سیاسی که تحت عنوان اصلاح طلب به هر حال معرفی شده و کنش داشته، دولت بوده، در بدنه بوده، در رأس بوده، این جریان دیگه میشه گفت این جدا از اون اهداف که اینقدر دقیق کردن و از یک فرمالیسم به یک فرمالیسم خیلی سطحی هم تقلیل پیدا کردن، در 1400 دیگه میشه گفت تموم شد پرونده این ها. اما خود نگاه اصلاح طلبانه و مبارزه اصلاح طلبانه در بخشی از جامعه وجود داره و اعتقاد دارن خب برخواهی هستن که باید با حرکت های گام به گام مسالمت جویانه و در این حال بنیادی تر به اصطلاح اینا رو ما به عنوان یک فشار افکار عمومی تولید بکنیم که جناب آقای مصطفی تاجزاده میشه گفت نمایندگی این بخش رو داشت و به لحاظ بدنه میشه گفت بخش ریزش شده بدنی اصلاح طلب تماما دور بر آقای تاجزاده اومدن و اون بخش اندک ریزخاری که باقی مونده بوده و به هر حال یه ممرش همین روزنامه هایی بوده که شما اشاره میکنید و توی جریان پولاد مبارک هم میبینید که چقدر اینها آلوده بودن، مدیر مسئولان، برخی از متاسفانه روزنامه‌نگاران و چه‌ها کشیدن، اکثریت روزنامه‌نگاران شریفی که در ایران بودن و مجبور شدن که کوش بکنن. نه، چیزی به نام اینکه جریان اصلاح طلبی بتواند باری دیگه خودشو باز تولید تشکیلاتی گفتمانی بکنه به نظر من تاریخ ورق خورده و ما در آینده در ایران همین مسیر اگر ادامه پیدا بکنه بر فرض محالم که جنبش اجتماعی و جنبش های اعتراضی هم سرکوب مرعوب یا به قهقرا برن، مثل همه نظام های بسته نهایت الامر یا به هر حال شهسواری نوین خواهد آمد به قول گرامشی یا به هر حال یک دولت بناپارتی میاد که تمام اون طبقه مفسد و فاسد و یا طبقه ای که دیگه کهنس استبدادش رو کنار میزنه. تازه ما این زمانیست که بدونیم که فرض برای بذاریم که جامعه ایران مرده است، در حالی که جامعه ایران مرده نیست و اگر این جامعه ایران با اون فشار بیاره به نظام سیاسی مطالبه‌گری خودش رو در سطحی بالا ببره، بخشهایی از نظام قطعا کنده میشن، از جمله همون بخشی که تحت عنوان بورژوازی جمهوری اسلامی هست و اینها به سازوکارهای به هر حال مرابطات اقتصادی بین المللی نیاز دارن و میخوان عرفی تر زندگی بکنه جامعه و بتونن به هر حال اون مناسبات رو به یک شکلی و منافع خودشون رو داشته باشن، اینها میان به نظر من از بدنه حکومت کنده میشن، اون هم در نقطه‌ای که حکومت به یک ضعف مفرد و یا یک شکست مفرد و یا به حذف فیزیکی به هر حال اناللهی که میکنه برای همه ماها رخ بده دیگه اینقدر ثابیده بشه این ساختار که اونها هم بدونن که الان دیگه وقت تحوله و دست به یک چفت بشن با به هر حال بدنه جامعه و به یک نوعی همسویی نشون بدن و به هر حال این نظام رو یک پوسندازی تاریخی، یعنی میخوام بگم که کلن حیات ملی ایران و عرصی سیاست ملی ایران در تراز ملی وقتی نگاه بکنیم ورق خورده و این ورق زمانی محتواش معین میشه که این تحولات که با شتاب داره تو ایران پیش میره و با شتاب داره یک جابجایی بزرگ سیاسی هم و این که خب بحث بحران جانشینی و ظهور رهبری سوم هم هست، ما با یک اتفاقات بزرگی مواجه میشیم که شاید آقای نوری‌زاده عزیز، نه شما نه بنده، هم
به مخیله ما هم نیاد که یک تجربه گرانبهایی رو ما در قرن 21 شاهد خواهیم بود در ایران که این رو در اختیار تمام جوان تجربه‌ای که ما کسب شکل خواهیم داد. کوتاهی میکنیم. این روزا تولد یک بانوی خواننده است که من خیلی به صداش علاقه داشتم و دارم و بعد از 40 سال که دوباره ظهور کرد همچنان قوی و زیبا. یه ترانه فیروز رو خونده، این ترانه رو با هم گوش میدیم. بتی عزیز تولدت مبارک، درودت دوباره. چقدر زیبا بود این لبنان که شما میبینید. مثلا ترابلوس که شهر بزرگ سنی نشینه، معماری کاملا عثمانیه، تحت تاثیر عثمانی است و حالا اون معماری اسلامیه. به بیروت که میان از قرن 16 به بعد معماری فرانسوی وارد میشه، بعد همین جوری که میان جلوتر معماری های ایتالیایی اروپایی، سنگ یا عامل بسیار مهم در معماری است. به جنوب که میرید حالت ساختمون ها نرمتر میشه، اون به سور و سیدا و اینجا که میرید، و به جبل که میرید در منطقه جنبلات و عالی و شوف، در اونجا ساختمون ها سنگ خیلی مستحکم و زیبایی و پنجره ها و دریچه ها. لعنت به اونایی که لبنان رو دارن نابود میکنن. چه کشوری بود واقعا. هر کدوم از ما در لبنان میرفتیم گمشده ای داشتیم که پیدا میکردیم. از جمالزاده ای که رفته اونجا 15-16 سالش بوده، پدرش جمال الدین واعظ بزرگ احساس خطر میکنه برای بچهش، میفرستتش به بیرون. شاپور وقتی ها، تیمور وقتی ها، امیر عباس اویدا برادرش فریدون، اینا همه تو بیرون درس میخونن، تو بیروت عاشق میشن، تو بیروت جوانی میکنن، تو بیروت زیبایی های دنیا رو کشف میکنن. حالا این رژیم ما با دار و دسته حزب الله لبنان رو به اسارت گرفته. بتی داشت از اون لبنان خوب میخوند. خب حمید آصفی عزیزم، برگردیم به بحث و گفتگوهام. این مسئله بی‌آبی در همدان برای من اصلا معما شده، چون لابد خودت میدونی، به هر حال خودت هم از اهالی غرب کشوری و میدونی که همدان جای بسیار پرآبی بود. کوه الوند، اون همه برف و یخ، و هر جای همدان یادم میرفتی شما یه چشمه بود، یه تالاب آب بود، یه دریاچه کوچولو بود، یه رودخانه بود، ماهیگیری میکردن توی آب میرفتن. چه اتفاقی تو همدان افتاده در کنار جاهای دیگه؟ اگه ببینید سیاست حکمرانی آب جمهوری اسلامی گرد هر مسئله ای که وقتی شما نگاه کالایی و دستبرد به طبیعت دارن، گرد هر کالایی از طبیعت یک مافیا شکل می‌گیرد. همین مافیای آب کشور رو به این روز به یک نوعی به چیز انداخت، به این وضعیت انداخت. جدا از تغییرات اقلیمی که خب همه دنیا رو باش تغییره، ولی بس حکمرانی آب و اینکه این به هر حال ثروت بین نسلی با حفظ بشه، به جایی رسیده که الان ما 3-4 سال ظرفیت برف تابستانی که در همین کوههایی که شما میدانید، بینندگان میدانن، صفر شده. یعنی ما در تابستان تازه سدهایی که بود یا خانه هایی که حالا زمستان با سیلاب‌هاشون خودشون رو نشون میدادن و در تابستان هم پرآبی خودشون رو نشون میدادن. خب اینها با همین جریان سدسازی که الان 26-27 سال میشه که در جهان منسوخ شده، در همون امریکاش الان در کالیفرنیاست، یه بارم اینجا فکر کنم عرض کردم، یه مهندس ایرانی میاد از سیستم قنات ایرانی ما 200 کیلومتر قنات میبره اونجا اجرا میکنه. اونجا الان دیگه مهندسی سدسازی رو بعد داشتن، مهندسی تخریب رو سر داشتن. جمهوری اسلامی و سپاه سد و کلن این نهادهای بزرگی که
چیز کردن با سطح‌های بی‌رویه و با اون پورسانتی که شاید میشه گفت بعد از نفت گاز پتروشیمی به اصطلاح بعد از نفت و گاز پتروشیمی بعد صنعت خودروسازی بعد صنعت سدسازی که این صنعت که نه مسائل زیست محیطی رو نه مسئله این که اقلیم رو و جلگه ها رو میخواد چگونه به سراب چیز بکنه مشروب بکنه سیراب بکنه و برداشت بی‌رویه و شدیدی که از سفره‌های زیرزمینی انجام شده عملا کشور رو ما هم ذخیره زیرزمینی خود ما آب و شاید 15-20% هم نرسید دیگه باقی نمونده ذخیره برفی کشور از دست رفته و در این حال این سطح‌هایی هم که زده بودن خب هروهوشش رانت و قارت بزرگی مافیای آب تونسته برای خودش ایجاد بکنه و به اینجا ما میرسیم که یک استان پر آب و استان بسیار به هر حال حاصلخیز و خنک مثل همدان باید کارش به اینجا برسه که نتونه حتی آب چیز خودش رو به اصطلاح آب نوشیدنی مردم رو بتونه تامین کنه. این مسئله گریبان 15-16 استان کشور رو گرفته و چیزی باقی یعنی بخاطر چون دریاچه ارومه اول انقلاب میگن که چون اونجا انگور هزاران سال انگور اونجا ساخته میشده تولید میشده و انگور یک کش کم آبی بوده و یک چیز گران قیمتی هم بوده به لحاظ محصول ارزشمند بوده حتی اگر شما این محصول رو هم نچینی تبدیل به کشمش میشه و به سراب ارزش افزودنیش بالاتر میره آیان هم گفتن که خب از اینان چون مردم اونجا مشروب درست میکنن شراب درست میکنن این ما با جلوگیری از این تخلف شرعی بکنیم و نگاهی رو در وزارت کشاورزی ایران گفتن که اونجا باید کشت سیبزمینی بشه یک کشت پر آب و یک کشتی که به هر حال خیلی ارزش افزودنی نداره 35 ساعت گذاشتن دور این دریاچه و این چشم آبی رنگ گربه ایرانی رو به یک نوعی داره از صفحه گیتی داره محو میشه دو سه میلیارد لیتر بیشتر آب باقی براش نمونده و میشه گفت بالای 95% دریاچه از دست رفته این مسئله برمیگرده به کل فاجعه زیست محیطی و سرزمینی که آیین با این به اصطلاح کارشون دارن انجام میدن البته کارشناسان بسیار دستسوز ملی در این کشور بودن و میتونستن ولی صداشون به جایی نمیرسه کاوه مدنی که الان رئیس آب سازمان ملل متحد میشه آمد ایران کار بکنه پرونده امنیتی براش درست کردن و برای همینه که شما میبینید حتی این دوستداران طبیعت و کلن زیست محیطی هایی که الان در زندان هستن به یک پروژه کاملا دراندازی و امنیتی و جاسوسی گرهش میزنن چون میدانن که این وضعیت که اینجوری داره پیش میره ما با یک کوچ 50 میلیونی شاید در 10-15 سال آینده از مناطق گرمی و مناطق جنوبی کشور به سمت مناطق شمالی باشیم مگر مناطق شمالی کشور چقدر جایش داره جایی که رودخانه چالوس پشت میشه جایی که اینها مافیای چوب تمام این جنگل های تاریخی ما که میلیون ها سال چه میدونم هزاران سال میگن قدمت داره دارن از میبرن یعنی این کشور رو به این شکل جولانگاه راندخاران جولانگاه مافیاها جولانگاه برحال انحصار و غارت طبیعت قرار دادن و این مشکلات رو دارن این نشون دهنده اون عمق بیکفایتی که حتی اجزای کوچک این بوروکراسی که الان هست قادر به این نیست که حتی آب شرب قادر به این نیست که جلوی آصفی عزیز چیز دیگری که برای آدم دردناکه اینه که طالبان آب رو میریزه به شوره‌زار و از زارع سیستانی و بلوچستانی دریغ میکنه و این رژیم میره باج بهش میده گناهاشو میبوسه ملا آخوند رو بغل میکنه اصلا اون آقای ظریف که اینا رو بغل میکرد تا حالا بعدم آقای قومی رو فرستادن اونجا یللی تللی تو اون سفارت باشکوه نشسته حال میکنه و کشاورزان بلوچستان و سیستان زجر میکنه من چند روز پیش با یکیشون حرف زدم اشک منو در آورد
گفت شما نمیدونی وقتی میای نگاه میکنی این تالابی که توش هزاران ماهی بوده، ماهی ها میزنن و بعدم میمیرن، تمام خاکستر و هیچ، و این درخت ها عبه میره، همه چی عبه میره. من یادم هست یه وقتی تو روزنامه اطلاعات تیت زدن که در سیستان و بلوچستان از هر یک دانه گندم 250 تا سبز میشه. یعنی اینقدر این خاک ارزشمند بود که اگر آب بهش میرسه. بسیار من متاسفم و واقعا نمیبینی در میان این مسئولان. آقای کلانتری البته اومده بود گفته بود اگر ارومیه خوش بشه هیچ حکومتی نمیتونه بمونه. آیا اینو درک نمیکنه که به قول شما اگه ارومیه خوش بشه وقت اون ملا حسنی نادان اومدن این مزارع انگور رو، شما در ارومیه 20 مدل انگور داشتی و اون کارخانه های پاکتیس و شرابسازی و عرق و غیره، خب درست کنید صادر کنید، مگه الان نمی کنید؟ الان مگه پاستاراتون قاچاق نمی کنه؟ خب اون وقت هم درست میکردید صادر میکردید. میگم خیلی من متاسفم که این وضع اومده. نکته بعدی که دلم میخواد باهاتون صحبت کنم مسئله فولاد مبارک است. اولا مطرح شدن این قضیه الان آیا هدف سیاسی داره یا واقعا دیدن اینقدر گنده که ناچار شدن سر و صداش رو درآورن؟ اما اون مدیر عاملش که وقتی حرف میزد، من یکی که میخواستم تو سرش بزنم که میگو بله ما کارگرها اینجا پیرو راه قاسم سلیمانی هن و بعدم مقام معظم رهبری دستور میدن ما انجام میدیم، امریکا بترک، امریکا بسوز. مرحوم بهشتی گفت ما تولید میکنیم امریکا بسوز. حالا امریکا تو هر دیکورش یک کارخونه فولاد داره. این داستان چی آقای آصف؟ در چارچوب سیستماتیک میشه نگاش کرد، در چارچوب غارت طبیعت و در چارچوب این که طرح آمایش سرزمینی اصلا وجود نداشته، فقط بر اساس تصمیم گیری های سیاسی و جناح سیاسی اسپانیایی که در درون حکمرانی جمهوری اسلامی هستن، این صنعت فولاد که بنیادش از دوره محمد رضا شاه پهلوی بوده اضافه کردن در یه سرزمینی که بی آبی و همین وضعیتی که الان در چهارمحال و اصفهان غیرزاده کنید. چون این نگاه علمی وجود اولا نداشته، اگر ما حتی بگیم اینا آدم های ساده ای بودن که به نظر من این گونه نیست، چون نگاه به هر حال غارتی و نگاه مافیایی به این موضوع بوده و اینم یک رانتی بوده. به هر حال ببینید الان صنایع فولاد دیگه افتخاری نیست. در دوره محمد رضا شاه یه افتخار بود برای کشور، چون صنایع جزء صنایع مادر محسوب میشد، الان جزء صنایع اولیه هستن صنعت فولاد. خب ولی در این حال به دلیل منابع غنی که ما داریم، اونم یه سفره جزء غنائمه که به هر حال جناح‌های مختلف اینو دست به دست کردن، از جناح دولت کارگزاران گرفته، از جناح آقای احمدی نژاد بگی بیا تا روحانی، بیا تا همین دولت و بیا تا نهادهای نظامی امنیتی که به هر حال 92 هزار میلیارد تومان. یک زمانی میگفتن که 3000 میلیارد تومان آقای خاوری بزرگترین اختلاس از تاریخ مادها تا کنون انجام نشد. الان من نمیدونم با چه تاریخی دیگه مقایسه بکنم. 92 هزار میلیارد تومان که فقط 3000 میلیارد تومنش رو به یک نهاد امنیتی زارن دادن و واقعیش هم خب دیگه به هر حال جدولش در اومده که به کیا دادن. از مسئله برمیگرده، آقای رئیسی میگه که من از زمانی که رئیس قوه قضاییه بودم دو سه بار تقاضا کرده بودم که مدیر عامل برکنار بشه. ای بابا، شما یه آدم فعال سیاسی، یه نرگس محمدی، یه سعید مدنی، یه تاجزاده، کارشون فقط صحبت بوده، کارشون فقط به قول معروف نه دست به اسلحه بردن نه شورش را انداختن، نقد و انتقاد میندازید راحت زندان، میرحسین مستقیم. بعد شما حریف مدیر عامل خاطی نمیشید که الان شما طلبکارانه برخورد میکنید آقای رئیسی. این برمیگرده به نظر من در همون کشمکش ها و تصفیه ها و اون تلاطمی که در
هسته قدرت داره شکل میگیره و باید برخی از نیروها بیان پایین و برخی از نیروها یعنی اون مقلوب ائتلاف سیاسی در درون نظام بشه که به زودی به هر حال به یک نوعی رونمایی هم میشه. به زودی منظورم این یکی دو هفته یا یکی چند ماه نیست، ولی در آینده به نظر میاد متوسط کوتاهی که هست ائتلاف مسلط سیاسی خودش رو نشون میده و این ائتلاف مسلط سیاسی رانت ها و قارت ها و به هر حال سرمایه هایی که دست سایر جناح هست مصادره خواهد شد و در این حال یک نمایش ضد فساد هم نشون بدهن و به هر حال اون جناح اصلی خودش رو از همه مسائلی که اتفاق افتاده بی خبر نشون بده یا پاک نشون بده. بله این یعنی شما مطمئن باشید آقای دکتر هیچ روزنامه نگاری، هیچ روزنامه ای جرأت این که بتونه این رو افشا بکنه، این نوع فسادها رو بتونه افشا بکنه نداره و این از درون خود اون ساختار و اون تلاطم سیاسی و اون تنابکشی و اون رقابت‌های جدی و اون که به هر حال اینها به یه تصادم درونی دارن میرسن و باید ائتلاف مسلط سیاسی سایر ائتلاف‌ها رو به یک نوعی خل سلاح کنه، خل پول بکنه، خل قدرت بکنه، از این زاویه فقط میشه قابل تحلیل کرد، نه از زاویه اینکه اینا مانور ضد فساد میخوان انجام بدن و واقعا صادقانه میخوان بیان بگن بله ما ببینید داریم با فساد برخورد میکنیم. خیر، این نوک کوه یخیه که گاهن این نوک بزرگتر میشه از 3000 میلیارد تومان یه دفعه ما میرسیم به 92000 میلیارد تومان دیگه، ما نمیدونیم با چه تاریخی از با فی عزیزم چیزی که منو متاثر میکنه آیا در این جمع و 5 تا آدم نیست که به وطنش فکر کنه، به ایران بعد از خودش فکر کنه؟ ما که جاودانه نیستیم، همه میریم، چه ابتهاج 95 ساله، چه منوچهر اسماعیلی نازنین 82 ساله، چه مسعود اسداللهی، اینا آیا فکر نمی کنن آخه این که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن، چرا از ذهن ملت ما پاک شده؟ آخه من نمیتونم بفهمم چرا کارگرایی که توی اون کارخانه فولاد هستن بلند نمیشن در برابر یه مدیر عامل دوز، در برابر آقای جهانگیری و نمیدونم آقای نعمتزاده و دولت آقای رئیسی و این دوزدهایی که جمع کرده آقای قالیباف. من واقعا گریم میگیره وقتی به یاد وطنم میفتم که در چه شرایطی ایران ما قرار گرفته، یعنی واقعا متاثر میشم. وطنم نور و آب و عطر و عسل. میبینی هیچ در میان اینا کسی که دلش بسوزه، کسی که وقتی باش حرف میزنی احساس بکنی صادقه، ناراحته؟ بین چهرهای مشهوری که الان در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی هستن کسی رو واقعا نمیتونم دست بذارم و بگم دلسوزانه دارم. برخی ها به گمان این که دارن جبهه مقاومت رو طی میکنن مسیرش رو و قوی دارن میکنن، اتحاد استراتژیک با روسیه رو فخر ایران میدونن، میگن خب حالا این فسادها موردی پیش میآید، فساد سیستماتیک این مورد پیش میآید و ما باش برخورد میکنیم. اصل اساس اون جبهه مقاومتی که باید حفظ بشه و جناهای دیگه ای که اساسا خب وقتی شما جامعه مدنی ندارید، تشکل‌های مستقل کارگری نیست، نظارت دموکراتیک بر کلن کارخانه‌ها و بر منابعی که به هر حال مولد ثروت و تولید هستند در این کشور نیست، تشکل‌های مستقل نیستن، روزنامه‌ها نیستن، منتقدین به زندان می‌افتند، این اولین آفتش و اولین چیزش این فسادیه که الان ما دیگه میگم جامعه انگار مثل دیگه چیز شده دیگه، بی‌حس شده، اصلا بی‌تفاوت شده نسبت به این قضیه، چون می‌دونن این تازه نوک کوه یخه. یک بارم من باز دیگه عرض کنم اینجا خدمتتون، قبلا هم گفته بودم جمهوری اسلامی دیکتاتوری بی‌لیاقتیه،
یعنی یه دیکتاتوری مثل نظام چین هم نداره که اونجا نه فساد به این شکل سیستماتیکه و نه اینقدر فقر و بدبختی. حالا اصلا آزادی های مدنی رو ما بذاریم کنار، به هر حال جامعه داره زندگیشو میکنه، صفای آزاد خودش هم داره، حوزه خصوصی خودش هم داره، اما کشور رو به رفاه رسونده، کشور رو دومین قدرت جهان کرده. چینی که مثلا در دوره خود رضاشاه پهلوی 10 میلیارد صادراتش نبود. بنابراین این بیکفایتی ها و این که به هر حال یه اصطلاحی مرحوم هدا صابر داشت یادش بخیر، میگفت جمهوری باربندی، هر کس میخواد بیاد بار خودش رو ببنده بره. دلیل نداره چون کشوری که توی تحریمه، توی فشاره، همین امسال تا این لحظه که من خدمت شما صحبت میکنم 28 میلیارد دلار میگه از کشور خارج شده، یعنی اون جناح سرمایه برداری از ایران. من وقتی اینا رو میگی تو مغزم میچرخونم و میگم در هیچ دوره از تاریخ ایران نبود، در همون دوره قاجاریه شما میده یه عده دولت مردان فاسد ولی توشون یه دفعه یه سپهسالار میدیدی، معتمل الملک میدیدی، مشیر الدوله میدیدی، مصدق میدیدی، کسانی رو میدیدی که دلشون برای وطنشون میسوخت، حتی روحانیش مدرس بود. یعنی من واقعا تعجب میکنم که انگار در سال 57 یک سیلی اومد، هرچه انسان آزاده بود شست، یه عده زندان، یه عده اعدام، یه عده فرار، و آنچه باقی ماندن کسانی هستن که فقط به نوک دماغ خودشون فکر میکنن، هرگز تأمل نمیکنن که این بازی را هم پایانی هست. یعنی باور میکنی من همیشه میگم محال بود قذافی فکر کنه که پایانش اون خواهد بود، یا صدام یا دیگران، ولی دیدیم چه اتفاقی افتاد. در حال من بسیار ازت سپاسگزارم، شرایط شما رو درک میکنم، بدتر از ما درد رو میبینید و نمیتونید اونطور که دلتون میخواد فریاد بزنید. درود میفرستم بهتون، آدمای آزاده‌ای که عاشق اون ایران خانوم بزرگ، و به هموطنانم میگم اگر نجنبیم چیزی از این ایران خانوم نخواهد بود، نه رودی و نه کوهی و نه زمینی و نه مزرعی و نه استقلال و وحدت و حاکمیت ملی. بسیار ازت سپاسگزارم حمید آصفی عزیزم، مثل همیشه بسیار بهره بردیم و آرزو میکنم برای دیدار دیگر با شما. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق حمید آصفی، تحلیلگر، روزنامه‌نگار و دوست خوب ما. تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.